کجا فهمیدن ما از جاده نیزار اومدیم. آره راست میگی، ما لو رفتیم. سلام قربان. از کجا میسپاهد؟ از چرا از این جاده؟ محمولتون چیه؟ گاز. گاز؟ بله جناب سرکار. سرکار زمانی بابا. یه جعبه از اون گازو رو واکن ببین. گواهی نامه و کارت ماشین. الان میرم خدمتت. اشتباه کردی، مسئولیت با اونو سپردی، بازم دست گل به آب دادن. بنزین تموم کردی؟ باکش پر بود. چی شد؟ باک سوراخ شده. به خشکی شانس داد. باید پیاده بریم. تو کار قاچاق بودین و به من نگفتین؟ بس کن تو. وقتی آوردی؟ را بیا. را بیا فعلا وقت این حرفا نیست. من دیگه با شما نمیام. بچگی نکن احمد. هر آن ممکنه پلیس برسد. بلش کن بری، بذار بمونه تا هلیکوپتر پلیس بیاد.
من مطمئنم کازم ما رو لو داده. اون که هرچی خواست بهش دادی. آره خائن بیمعرفت. من میترسم اسممونو به پلیس داده باشه. منم همینطور. اگرم نداده باشه حتما میده. اسم منم میده؟ تو رو از کجا میشناسه که بده؟ شما نباید با من این کارو میکردین. چی کار کردین؟ باید از روز اول میگفتین کارتون چیه. اگه از گرسنگی میمردم با هاتون نمیامدم. مجبورت نکرده بودیم. تازه بد کاری کردی بوده جو سر کار. عجب گیری کردیم ها. اونم چه کاری؟ اسم آدم کشی رو گذاشتین کار؟ بی خودی دارین جر رو بحث میکنین. هر چی بوده گذشته. هر کنوم از ما گیر میافتیم میدونین چی میشه؟ عوض این حرفا باید فکر چاره بود. چی میخوای؟ برای چی اومدی اینجا؟ چی شده؟ هیچی. اتفاقی افتاده؟ یه دفعه گفتم چیزی نشده. برو از اینجا. یعنی چی میتونه باشه؟ پیه باز کن کازم بلا ای داده بیداد. سلام علیکم. سلام. چطوری کازم؟ ای بد نیستم. بفرمی تو؟ با جسی؟ هیچ که تنهام کسی نیست. باشه یه دقیقه میام تو میخوام راجع به یه کاری باز صحبت. بفرمی. خیلی خوش اومدی. بفرمی. بفرمی. آب بذارم برای چایی. الان میام. کازم زن و بچه هات کی میان؟ هفته دیگه. پیش فامیلام بهشون خوش میگذره. چی کار میکنی کازم؟ زود بیا میخوایم بری. دارم یک کمی میوه میارم. خب خیلی خوش اومدی. صفا بودی. کازم کار پیدا کردی؟ آره یه هفته هست که مشغول شدم. کجا؟ توی شرکت. شما چی کار کردین؟ هنوز هیچی. چرا؟ پلیس دنبالمونه. برای چی؟ لو رفتیم. لو رفتیم؟ چی این کار کرده؟ تو یه ناچرس. من؟ جهانگیر خان؟ جهانگیر خان به جون مادرم اگه من این کار کرده باشم؟ نه؟ ببینیم من نونو نمکتون رو خوردم. چرا؟ جهانگیر خان فقط کار تو نامرده که نمک میخوری و نمکتون میشکنی. جهانگیر خان اشتباه میکنی. دروغ بهتون گفتن. کسانی که این حرفو بهتون زدن با من ضدیت داشتن. جهانگیر خان خوب گوش کن ببین چی میگم. من همه چی رو میدونم. اگه راستشو بگی میبخشمت، ولی اگه دروغ بگی سر به داغ تو مغزت فرو میکنم. فهمیدید؟ چشم جهانگیر خان. هرچی میخواییم بپرسی راستشو میگم. به من رحم کن. تو به پلیس گفتی؟ بله جهانگیر خان. من شماره این ماشین رو دادم. اشتباه کردم. من ببخش. من نوکرتم. اسممونم دادی؟ نه به جون بچه هم اسم شما رو ندادم. باور کنی. خفش و دروغ نگو. دی همه چیز پست. ما جا میشه شماره بدی ولی اسممونو ندی؟ نه جهانگیر خان به جون مادرم ندادم. دروغ نگو لعنتی.
خوب میدونی که مادرت زنده نیست، سر جونش قسم میخوری. هرچی از جان جهان، تو رو خدا این کارم نکن، به زن و بچه هم رحم کن، قول میدم تا آخر غلامت باشم. بهم اعتماد کن. خودت اعتماد دارم، ولی به زبونت نه. برای همین میکشمت که خیالم راحت باشم. جان جهان، تو رو خدا منو نکن، به من رحم کن، منو ببخش، به تو پا تو ببوسم. تو رو خدا منو نکش، یه غلام واسه خودت بخر، من فداییت میشم. جهانگیر خواه، جهانگیر. چه خبر؟ جان صاحب، شماره حقیقی ماشین از روی اسم مالک جهانگیر گلابادی پیدا کردم. عرض نکردم اون شماره تقلبیه؟ معلومه شماره تقلبی بوده. این نوع افراد همیشه با شماره تقلبی دست به اعمال خلاف میزنن. بله جناب سرهنگ، همینطور که میفرمایید. مراتب فوراً به اداره آگاهی اعلام کنیم. اطاعت میشه. سلام، با کی کار دارین؟ ببخشید، منزل آقای جهانگیر گلابادی اینجاست؟ نه خیر، حدود یه ساله که از اینجا رفتن. نمیدونین کجا رفتن؟ خبر ندارم، ولی فکر میکنم خاربار فروشی سر کوچه اطلاع داشته باشه. متشکرم. خواهش میکنم. چشم، کرمانشاه یاقا بگرده دارم، جزیستونه. سخ ممنون عباس آقا. خوش گردون، الله برکت برسون. روز بخیر. سلام. بله شما. شما آقای جهانگیر گلابادی رو میشناسین؟ بله. قبلا توی این کوچه میشستن. ولی یه سالی که از این محل رفتن دیگه ندیدنش. فقط گاهن رانندش برای خرید میاد اینجا. میشه بگیم رانندش آخرین باری که اومد اینجا کی بود؟ 10-15 روز پیش. میگفت دیگه پیش جهانگیر کار نمیکنم. فکر میکنی کجا میتونم پیداش کنم؟ غیر از شما چه کسی دیگه اونو میشناسه؟ بذاریم ببینم، حتما تلفنشو دارم. اجازه بدین. آها، الان پیداش میکنم. پریشب پس از خوردن شام بچه ها رفتن خوابیدن. من و خانم نشسته بودیم تلویزیون میدیدیم. یه دفعه صدای تیر شنیدیم. اول فکر کردیم اشتباه میکنیم که بلا فاصله صدای تیر دیگه ای بلند شد. من اومدم پشت پنجره ببینم صدا از کجاست که دیدم دو نفر با عجله از خونه خارج شدن. خب ببینم قیافاشون یادتون موند؟ نه تصدقه، حتی یکم. کوچه تاریک بود، متاسفانه نتونستم صورتشو ببینم. فقط اینو خوب یادمه که یکیشون بلند بود، یکی کوتاه. ساعتو میتونیم بگین دقیقا چی بود؟ حدود ساعت 11. احتمالاً چون باند و لو داده اونو کشتن. بله، کار خودشونه. سلامه. من رد پای جهانگیر رو توی ماجرا میبینم. منم همینطور فکر میکنم. مشخصه. عالیه. آمبولانس سر 5 دقیقه رسید. همینطور قربان. خواهش میکنم برید پایین کمک کنید. اتحاد قربان. چاش. جناب سربرد، دفترچه تلفن مقتول رو پیدا کردم. شماره تلفن جهانگیر گلابادی هم توی اون نوشته شده. قربان. خیلی خبر امیدوار کننده. خودشه. فوراً با مرکز تلفن تماس بگیرین و آدرس دقیق این شماره رو پیدا کنین. اطاعت میشه قربان. تو خب والا هیچ دیگه، ما باهاشون اصلا رفت و آمد نداشتیم. خب
چه کاری بود که یه روزه تموم شد؟ تموم نشده. کاری نبود که من خوشم بیاد. الان چند روزه که از خونه بیرون نرفتی؟ چی شده؟ میخواستی چی بشه؟ من نمیدونم، ولی فکر میکنم اتفاقی افتاده. به من راستشو بگو احمد. حرف بی خودی نزن. مثلا چه اتفاقی افتاده؟ پس چرا دنبال کار نمیری؟ من که نمیتونم هر جایی کار کنم. آخه برای چی؟ آخرش که چی؟ باید از اینجا بریم. بازم آوارگی. کجا؟ خودم هم نمیتونم. الو، بفرمایید. بله، گوشی؟ جان سرگو، با جنبادی کار دارم. الو؟ بله، خدا هستم. وسیلی، توی؟ بگو چی داری میگی؟ آدرس رو پیدا کردی؟ بگو تا بنویسم. بگو، گوشم با تو. خب خیلی ممنون. یه شیرین طلبت. قربونت. خداحافظ. چیزی پیدا کردی؟ چیز خاصی ندیدم. جناب سرگرد فرید با مراقبه یک. بگو صاحب، موضوع تازه پیش اومده؟ جناب سرگرد، دو نفر از فوجه‌های اصلی دارن وارد خونه میشن. مواظب باشین. پیان دریافت. متشکرم. چرا چراغ روشن نمی‌کنی جان؟ بهتره روشن نکنی، ممکنه از سایه اتفاق بیفته.
اونها الان از منزل خارج میشن، کاری باهاشون نداشته باشین. فقط از دور اونها رو تعقیب کنین. شاید اینطوری بتونیم همکاراشون رو به دام بندازیم. تمام. بله جناب سرگرد. تمام. راننده عباسپور در خیابان شرقی منتظر من باشه. بله میبینم. تمام. اول بپرس بدین چیه؟ بعد در باز کن. باشه. سلماز. اگه غریبه بود من نیستم. باشه. کیه؟ منم جهانگیر. سلام. سلام خانم. احمد بیداره؟ بله. بفرمایید چو. خیلی متشکرم. لطف کنید. بگید بیاد اینجا. آخه اینطوری که بده بفرمین تو خونه؟ خیلی ممنون، مزاحم نمیشم. اگه ممکنه بگیم بیاد بیرون. احمد از دیدنتون خوشحال میشه. بفرمین تو. کار کوچیکیه، همینجا تمومش کنم. بفرمین اجازه. ببخشید. احمد پسر راییه، مثل کاظم نیست. دست از پا خطا کنه حسابشو میرسم. این وقت شبی چی کار دارم؟ چی بگم؟ حتما اومدن سویچه بگیرن. هیچ نمیخوام حرف زیادی باشه. احمد تو سلام. 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 در رو ببن بریم یه جای دنجی خورده حرف دارم. میدونی میریم تو پارک بغلی که دیواری نداشته باشه و کسی هم گوش وای نستاده باشه. اونجا بهتره. آره یه موضوع خیلی مهمیه احمد جون. بریم تو بهت بگم.
جلو همه میکنیم، شما همزمان ما با از پشت بهش حمله میکنید. یا تو باشه همزمان ها؟ من خیلی نیاره، من ناراحت نیستم. بفرمایید بشین فاروق. اتفاقیه که افتاده میترسم بالاخره با این کارا هممون رو لو بدی. فکرشم نمیتونم بکنم یه روزی زن و بچه‌ام بیان زندان ملاقات. نه ترس پسر، به اینجا ها نمیکشه. تو باید هر چه زودتر از اینجا بری. دستا بالا بیاری کرد. تکون بخورین مغزتون رو داغون میکنن. برو بشین دستان بزن. بله قربان. بچه ها باید فرار کنیم. بهشون دستا بزنین، مغز همه شون هده رو بزنین. از آقاب به آشیانه، از آقاب به آشیانه. بگو شم. مورد دستگیر شد. محل؟ نزدیکه، پشت پارک، بغل سوپره. مفهوم شد؟ مادر این کفش مال اینجا بود. بیا بگی پات کن. بری کنم بری چنان هست. برو حرکت کن. بگو اون دوستت کجاست؟ من با اون دوستی نداشتم. به خدا نمیدونم کجا رفت. حرفمو باور کنی. چه نمیدونی ها؟ آقا خدا شاهده من اینا رو نمیشناسم. از کارشون خبر نداشتم. حرفمو باور کنی. آقا چی بگم؟ شما که حرفمو باور مزاقت نکنه انا چی؟ اینو بدون تو راستش نگیر ولت نمی کنم. آقا من چی بهتون بگم؟ شما که حرفم باور نمی کنین پس منو بکشین، راحتم کنین، بکشین. خدایا کمکم کن. خدا خواهش کنید، خواهش میکنم ما رو تنها بگذارید.
پسرشون حقیقت رو بگو. خودتو راحت کن. مطمئن باش که در مجازات تخفیف داده میشه. مطمئن باش. خدا قسم هرچی گفتم حقیقت بود. من اونو نمیشناختم، تازه باشاش نشده بودم. یه بار خونهشون رفتن که حاصلشم دادم. آقا من پدرم، بچه‌ام بمیره اگه دروغ بگم. تو تمام عمرم همه میدونن شرافتمندانه زندگی کردم، هیچ خطایی نکردم. بازم بهت فرصت میدم که خوب فکر کنی. من میخوام کمکت کنم، به شرط این که تو هم با ما همکاری کنی. به خدا رو راز گفتم، باور کنی راز گفتم، دروغ ندارم. یادت باشه برخواب. سلام سرجو. مخلصم سرنگ. حالتون چطوره؟ ممنون. تمام شد؟ آره. سلام. دلیل دابل مزایده. چی شده؟ یه ماموریت جدید. آن دیگه چیه؟ دستگیری جهانگیر خان. بیا و درستش کن. آخه من نمیدونم، مگه ما مامور مبارزه با مواد مخدر هستیم؟ ترس نکن رفیق. این ماموریت رو شخصا خود تیمسار داد. من نمیدونم، مثل این که تو این اداره فقط من و تو هستیم، هنوز عرقمون خوش نشده. یه ماموریت دیگه کارش نمیشه کرد، کار ما اینه دیگه. اما راجع به این یارو. یارو چیه؟ چه میدونم، احمد، همین قاتله. اون که تموم شد؟ نه، اینطور هم نیست، موضوع چیز دیگه یه. دیگه چیه؟ دستور دادن احمد تا دستگیری جهانگیر و احیانا بقیه اعضای باند قاچاق توی تهران نگرش دارن، و مهمتر از همه این که ندونه پلیس از سوابقش با کلاس و چیزی میدونه. پس این موضوع بیخی ریشمون چسبیده؟ تقریبا. Thank you.
سلام. آزاد. آزاد. دستبندش رو از دستش باز کنید. امیدوارم در اینجا با حسن رفتارت بتونی نظر مأمورین و مسئولین زندان رو نسبت به خودت جلب کنی. اینم به خاطر داشته باش تا حالا هیچ کس نتونست از این زندان فرار کنه. جناب سرور، من اهل این کارا نیستم. اینو بهت گفتم که خدای نکرده فال حرف کسی نشی و تا وقتی که اینجا هستی فکر فرار به سرت نزنه، چون برات خیلی گرون تموم میشه. در عوض اگه رفتار خوبی داشته باشی و سعی کنی اعتماد مسئولین زندان رو نسبت به خودت جلب کنی، ما هم میتونیم آزادی های بیشتری بهت بدیم. دست منو نگاه کن، چشم نزن، برگرد. نه، از اون بر. تکون نخور. تمام شد.